در این جایها فرشته ها نمی آیند. هر یک فرزند آدم به خود 8 فرشته دارد. این فرشته ها 4 تایش در روز و 4 تای دیگر در شب کنار ما می شوند. از این 4 فرشته 2 تایش ما و شما را از خطر و بلاها نگاه می دارد. البته با امری خداوند. و 2 تای دیگرش عملهایی کرده ای ما را می نویسند. هم عمل خوب و هم عمل بدمون را. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم سرور کائنات گفتند با شما فرشته های هست که هیچ جدا نمی شوند. اما هنگامی شما در حجت خانه و در حالت علاقه جنسی آنها از شما دور می شوند. پس به آنها به حرمتی نکنید گفته تأکید کرده بودند. خداوند بر ما فرشته های رحمت را آفریده است. آنها برای ما هر دائم فایده می رساند. اما بعضن این فرشته ها شما را ترک می کند و این 10 جا فرشته های رحمت نمی دراید. یکم، خانه ای که در آن صورت اوریان و هیکل باشد. دوم، خمر، یعنی جایی که در آنجا عرق خورده بنشینند. سوم، جایی که قماربازی می کند و قمارخانه ها. چهارم، جایی که در آنجا گناه کرده استاده باشند. پنجم، جایی که سگ باشد. یعنی هنگام این سؤال را کردیم به بسیار شخصان نفهم شد. یعنی در خانه که سگ باشد در آنجا فرشته داخل نمی شود. یعنی چخیل در حولی سگ جایز است. در قشلاق ها چگونه که همه ما می دانیم سگ ها هستند، اما در حولی هستند. سگی که در داخل خانه باشد البته به آنجا فرشته های رحمت داخل نمی شود. خوب فراموش نکنید که سگی که در داخل خانه باشد البته مکروه است. ششم، خانه ای که جنوب داشته باشد. هفتم، به خانه ای که اسباب های موسیقی باشد. هشتم، به خاندانی که مهمان نمی آید. نهم، به خاندانی که عورت انسان کشاده باشد. دهم، به خانه ای که پدر و مادر به حرمتی می کنند. به این 10 جایی که نقل کردیم فرشته های رحمت نمی دراید. البته به جایی که فرشته ها نمی درایند و آنجا شیطان داخل می شود. یکم، به خانه ای که فرشته نمی دراید شیطان داخل شده فتنه می اندازد. دوم، به خاندانی که مهمان می آید در آنجا فرشته ها در حق خاندان دعا می کند. و اگر به خاندانی که مهمان نیست از دعای فرشته ها مرحوم می شوند. با شما هستم دوستان عزیز، مثل هر وقت دوست و برادر شما یاسین جانی محمد. در حق من دعای خیر را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.